برادران بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. اول از جناب رئیس محفل ما تشکر میکنم از این لطف و مهربان و مهربانیشان و کلمات بسیار زیبا را که در حق از این بنده عاجز ایران استفاده کردن. من ممنون هستم از لطفشان، بسیار تشکر. ما دیروز البته وقتی که در تلفن صدای بسیار پر محبت آقای معاشر شنیدم، برایشان هم صحبت شدم و اینا لطف کردن که اگر من در این محفل اشتراک بکنم. من بسیار علاقه دارم که همیشه در اینجا بیایم و از فرنگی های دانشمند هموطنم من بیاموزم، اما متاسفانه بنابر تکالیف سیلی و مسئولیت های دیگه البته نتانستیم. و من برشان بازم عرض کردم چون علاقه خاص داشتم که بیایم و برشان عرض کردم که ممکن صحبتی من نکنم، اما من میخوایم که پیشیرم از دیگر فرنگی های وطن عزیز خود من بیاموزم. امروز برتان عرض بکنم که من بنویشتن یک مضمونی بودم و یک سند ضرورت داشتم. رفتم به تاکوی که امو سند در بین اوراق را پیدا میکنم. چشم من به خوشبختانه به یک کتاب افتاد و او کتاب البته وقتی که دیدم یه اندازه خوش شدم و من وظیفه خود دانستم که او کتاب امشب به این خانه فرنگی مولانا اهدا کنم. این کتاب برتان عرض بکنم اثر خود من هست که 10 سال قبل این من ورشته تحریر آورده بودم و البته صفر یک جلد از این در بین امراق ما بود و ما میخواییم به اجازه شما برای همه ایر وطن هموطنهای عزیز و مخصوصا برادرهای دانشمند و فرهنگی های بسیار عزیز ما که در این راستای حفظ فرهنگ مادر وطن عزیز ما مخصوصا اینا در تلاش هستن و ایره میخواین زنده نگاه میکنن. من ایره برای از اونها و به نمایندگی از اونها برای برادرای و خوارای عزیزی من که در این مرکز یا خانه فرهنگی مولانا در اینجا در تلاش زنده نگه داشتن از این فرهنگ افغانی ما هستن. من برای جناب آقای قیام که مؤسسی از این مرکز یا خانه فرنگی مولانا هستند و به اجازه شما این را تقدیم استاد بودن، یعنی چقدر همین موضوع علم و معرفت اینا خوب از زمان قبل شاعر توانای ما اینا صحبت کردن و امو هستن که برای ما امو کنن و ما باید دین خود را حفظ بکنیم و ما باید این انتقال بدیم به نسل آینده. تشکر کنم. بسیار تشکر. تشکر.